ساعتی پیش خبر رسید که مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق آماده کنارگیری شده. خبرها از اقلیم کردستان عراق حاکی است که مسعود بارزانی برای کنارگیری از قدرت آماده می شود و یک منبع آگاه در دفتر رئیس اقلیم گفته آقای بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان عراق اعلام آمادگی کرده قدرتش را واگذار کند. پیامدهای همه‌پرسی استقلال گروه‌ها و احزاب کرد هست که از او خواسته بودند از قدرت کنار برود. نفیسه کوهنورد خبرنگارمون در اربیل با ماست. به نظر میاد که آقای بارزانی الان داره نتیجه اون قمار سیاسی رو میده که شروع کرد. ناجی اول معذرت بخوایم که به خاطر اینکه صدای باد اینجا خواهد پیچید، اینجا هواش هم مثل اوضاعش آشفته است. به هر حال فشارهای بین المللی به خصوص در این مدت خیلی زیاد شد، نه فقط فشارهای داخلی که اعصاب داخلی خواستار کنارگیری آقای بارزانی شده بودن، فشارهای بین المللی هم بیشتر شد، به خصوص وقتی که عملیات نیروهای عراقی برای گرفتن مناطقی رو که پیشمرگها در سال 2014 در جنگ با داعش گرفته بودن از جمله کرکوک شروع شد و یکی پس از دیگری این مناطق رو مجبور شدن واگذار بکنن به نیروهای عراقی و دولت مرکزی عراق در حقیقت، و این فشارها رو چند برابر کرد. ما انتظار این رو داشتیم که این خبر دو سه روز پیش اعلام بشه، اما نشستی پشت درهای بسته هم در پارلمان بود و همچنین رایزنی هایی با کشورهایی مثل آمریکا در حال انجام بود که ببینن بهترین راه میتونه چی باشه. گرچه خود آقای بارزانی هم قبلا اعلام کرده بود که هیچ تمایلی به این که ادامه بده ریاست جمهوریشو در صورتی که پارلمان تشکیل بشه و یک نامزد مناسب برای ریاست جمهوری پیدا بشه حاضره که کنارگیری بکنه و راضی نیست که ادامه بده. ولی خب خود همین انتخابات پارلمان هم که قرار بود، پارلمانی هم که قرار بود در 1 نوامبر انجام بشه، اون هم لغو شد و به 8 ماه بعد موکول شد و به نظر میرسه که در پی همه این آشفتگی بود که آقای بارزانی چنین تصمیمی رو گرفته. البته در پارلمان هم این تصمیم قبلا گرفته شده بود دو سه روز پیش پشت درهای بسته. میتونیم حدس بزنیم پیامدهای این تصمیم چه خواهد بود؟ نفیسه اگر کوتاه بگی لطفا. الان همه چی اینجا نامشخصه، اما مهمترین چیزی که انتظار میره اینه که بعد از این رایزنی بین اربیل و بغداد شاید خیلی یه خورده آسون‌تر از الان بشه. به هر حال آقای بارزانی با عنوان یک رهبره که همه پرسی رو رهبری میکرد، وعده های زیادی داده بود و قول داده بود و همچنان هم الان معتقده که این همه پرسی باید انجام میشد، اما به هر حال براش قطعا سخت بود که بخواد خودش با بغداد به این شکل رایزنی بکنه. این میتونه طرف مثبتش باشه، اما به هر حال آقای بارزانی رو اینجا به عنوان کسی میشناسن که رهبریه که جایگزین چندانی نداره و ما هم هنوز ندیدیم که گروه ها و احزاب مختلف بتونن نامزدی رو به جای آقای بارزانی انتخاب بکنن. فعلا آقای نشیوان بارزانی انتظار میره که نخست وزیر کردستان عراق انتظار میره که مسئولیت ها رو بیشتر به عهده بگیره، اما به هر حال این آشفتگی به این آسونی تمام نخواهد شد. متشکرم از تو نفیسه کوهنورد در اربیل در کردستان عراق.